سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 15 مارس 2014 و 24 اسفند 1392. قبل از هر چیز عزیزان میدونن که چهارشنبه آینده عید نوروزه و من به تمام هموطنان و تمام اونهایی که عید نوروز رو جشن میگیرن، حدود 100 میلیون انسان و تمام اونهایی که در به در شدن و در حقیقت در کشورهای خارج، به همه این عزیزان سال نو رو تبریک میگم پیشا پیش و امیدوارم که سال بهتری باشه. واقعا عید نوروز یکی از بهترین اعیاده که هیچ ربطی نه به قول معروف چیز رنگ و بوی مذهبی و نه حتی ملی هم نداره و با طبیعت سر و کار داره و یکی از بهترین هاست برای اینکه آغاز بهاره و این واقعا تقویم ایران یکی از بهترین هاست واقعا به نظر من. به این ترتیب امیدواریم، همیشه امید ما اینه که سال بهتری باشه، همینطور که 2014 ما فکر می‌کردیم که سال بهتری باشه ولی اینطور که معلومه اینطور نیست. حالا باید ببینیم، البته نمیشه با بدبینی برخورد کرد. نیروهای اهریمنی در نهایت نمیتونن پیروز بشن، نظر من اینه. بعضیا ممکنه خلاف این دیدگاه رو داشته باشن ولی نیروهای اهریمنی، حالا توضیح میدم که نیروهای اهریمنی در سطح جهانی کیان و در کشورمون کیان که دشمنان مردم هن. عرض شود که مطلب دیگه عزیزان میدونن وقت تغییر کرده. در امریکا هفته گذشته وقت تغییر کرد، در ایران اینطور که معلومه از اول سال نو تغییر خواهد کرد، ولی عزیزان مواظب و در حقیقت در نظر داشته باشن اینو. ولی یه مطلب دیگه، دو تا انسان بزرگ در انگلیس اخیراً درگذشتن که واقعا هم برای طبقه، در واقع برای طبقه کارگر و برای نیروهای ترقی‌خواه در انگلیس و حتی در سطح جهانی واقعا ضایعه است. یکی باب کراو که از رهبران کارگری انگلیس بود، چند وقت پیش در سنین، فکر میکنم در سنین سالهای پنجاهش بود، درگذشت. که این انسان برای کارگرای ایران چقدر مبارزه کرده و برای آزادی زندانیان سیاسی کارگر ایران چقدر. باب کراو دو روز پیش یا دیروز فکر میکنم تونی بن درگذشت که عزیزان میدونن که این انسان به مدت 50 سال در واقع به صورت توی مجلس عوام بود و چه مبارزاتی این انسان برای دیگر انسانها، دیگر کشورها، چطور مبارزه کرد علیه همین تونی بلر جنایتکار، علیه شروع جنگ در چه در افغانستان چه بویژه در عراق. و ایشون هم درگذشت در سن 88 سالگی. البته واقعا مبارزات 60-70 سالش برای مردم انگلیس و برای مردم جهان. به هر حال بعد از این من میخواستم امروز بخش قابل توجهی از برنامه رو میخوام اختصاص بدم به مسئله ونزوئلا و بعد مسئله اوکراین و اوضاع جهانی رو ببینیم جهان به کدام سو می رود، برای اینکه در موقعیت خطرناکی هستیم. فردا انتخابات در شبه جزیره کریمه خواهد بود و اینا با تمام قوا در برابر این قضیه ایستادند و ما می دونیم مذاکراتی که بین جان کری و لاوروف در انگلیس صورت گرفت به جایی نرسید و تا الان روسیه زیر بار فشار اینها نرفته
و باید ببینیم و میدونیم که اروپایی‌ها نوکری و سرسپردگی کامل امریکا رو پذیرفتن و در اعلامیه‌ای که دیروز یا پریروز دادن کاملا سرسپردگی خودشون رو به امریکا نشون دادن و این دنیا رو میتونه به یک ورطه عظیم و فاجعه بار سوق بده و واقعا به طرف یک جنگ خطرناک پیش ببره. برداشت کلی خود من اینه که در این مسئله هم اینا با شکست روبرو خواهند شد. ولی امروز بحث رو من با البته بعدش اخبار السالوادور عرض شود که اگه خبر خوب باشه عرض شود که راجب السالوادور صحبت خواهم کرد. ولی ابتدا من راجب ونزوئلا، برای این که عزیزان میدونن که صدای امریکا از من دعوتی کرد در حدود 10-12 روز پیش و من این دعوت رو با عزیزان در میون گذاشتم. در رأی گیری که شد اکثریت بزرگ عزیزان موافق با رفتن من و قبول این دعوت بود. 4 نفر فقط مخالفت کردند. عرض شد که بنابراین منم رفتم و در ترافیک وحشتناک لس آنجلس گیر کردم. نیم ساعت دیر رسیدم و با وجود اینکه نیم ساعت اول گذشته بود گرداننده برنامه بیش از 7-8 دقیقه به من وقت نداد و سایر قضایا اون عزیزانی که به هر حال برنامه رو دیدن متوجه شدن که چقدر به طور کلی این برنامه آیا دموکراتیک بود یا نبود و چقدر من میتونستم فرصت داشته باشم. درسی باشه برای عزیزانی که موافقت کردن که من برم و شرکت بکنم و دیدن که به اصطلاح شیوه برخورد خود گرداننده برنامه چه بود. ولی به هر حال به نظر من این هم یه تجربه است و باید اینا رو تجربه کرد و یه ارزیابی کرد که آیا مثبت بوده و یا منفی. هر شبه که میتونن عزیزان راجع به این قضیه هم اظهار نظر بکنن بعد از اگه اونایی که دیدن. و ولی به هر حال در اونجا در 7-8 دقیقه نمیشه مسائل رو باز کرد. تاریخ ونزوئلا باید باز بشه. ونزوئلا مثل بسیاری از کشورهای نه تنها امریکای لاتین بلکه جهان سوم یک تاریخ دردناک دارن که من کوشش کردم هفته گذشته بخشی از این تاریخ دردناک رو باز بکنم که چطور چند کشور اروپایی از قرن 16، 17 و به ویژه 18 و 19 اومدن تسلط پیدا کردن، کشتار، چپاول، غارت، نابودگری، از بین بردن صنایع نطفه‌ای این کشورها، تسلط بر بازارهاشون، تسلط بر منابع طبیعیشون، خون این کشورها رو مکیدن و ثروتها رو منتقل کردن به چند کشور اروپایی، بعدن امریکا و بعدن استرالیا، کانادا و هر چود که ژاپن، که اینها در واقع به اصطلاح دنیای صنعتی و پیشرفته سرمایه داری رو تشکیل میدن که نمیتونن بذارن که کشورهای زیر ستم کمر راست بکنن. من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم تاریخچه‌شو که بعد از اینکه قرن 19 کشورهای سه قاره یا بعدن اسمشون گذاشتن جهان سوم خرد و متلاشی شدن. هند چه بر سرش رفت، چین به چه بر سرش رفت، ایران، مصر، اندونزی، تمام کشورهای امریکای لاتین بعد از اینکه از در واقع بعد از کشتارهای عظیمی که از بومیان شد و توسط اروپایی ها تسخیر شد بعدن زیر سیطره امریکای لاتین در واقع
زیر سیطره اسپانیا و پرتغال رفت و چه جنایاتی شد که خود این رو تاریخش رو عزیزان باید بخونن، از جمله در کتاب‌هایی که هر شبت من احتیاجی نداره که به اصطلاح چیز بکنم، هر شبت که ادواردو گالیانو یکی از کتاب‌هایی که رگ‌های باز امریکای لاتین، بخونن این رو. این انسانی که مال اهل اوروگوئه باید باشه، یا اوروگوئه و یا اکوادور، فکر میکنم اوروگوئه، کتاب کلاسیکیه واقعا، که چطور اینها چپاول کردن، کشتن، نابودگری کردن. ولی از 1823 در واقع با اعلامیه یا دکترین مونروه امریکای لاتین میره زیر سیطره امریکا. و در واقع بعد از اینکه اسپانیا و پرتغال ما میدونیم به ضعف کشیده میشن، بعد از اینکه پرتغال از انگلیس شکست میخوره و هر شبت که قرارداد 1703، قرارداد عجیبی که الان یادم رفت، قبلا راجبش صحبت کردم، که انگلیس قراردادی رو به پرتغال و در واقع من غیر مستقیم به اسپانیا تحمیل میکنه، ما میدونیم که این دو کشور را هم به دو تا کشور عقب مونده تبدیل میکنن توی این قرارداد متوئن. قرارداد متوئن 1703 که انگلیس موقعی که نیروی دریایی پرتغال رو که اون موقع یک بزن بوده، پرتغال ما میدونیم قرن 16 قرن پرتغال و اسپانیا بوده، قرن 17 قرن هلند، و از قرن 18 هست که انگلیس میاد تسلط کامل بر تمام اینها پیدا میکنه. در قرارداد متوئن 1703 فقط یک یا دو ماده توش هست. یک عبارت از اینه که ورود شراب پرتغال به انگلیس آزاد میشه، دو ورود پارچه انگلیس به پرتغال آزاد میشه، که هدف انگلیس دو چیز بوده. یکی ورود شراب فرانسه رو به انگلیس قدغن بکنه و به فرانسه که رقیبش بوده ضربه بزنه، از طرف دیگه تخصص به وجود بیاره، همونطوری که بعدن ریکاردو اقتصاددان معروفشون، که در واقع پرتغال شراب بسازه، انگلیس هم پارچه ببافه، پارچه سازی بکنه. یعنی در حقیقت انگلیس تبدیل به یک کشور صنعتی و پرتغال هم تبدیل به یک کشور کشاورزی بشه. حالا بعضی از تئوریسین ها هر چقدر که میگن علت عقب ماندگی جنوب اروپا به دلیل اینه که اینا کاتولیکن و شمال اروپا علت پیشرفتشون اینه که پروتستانن. آقای ماکس وبر که به اصطلاح این فرهنگ پروتستانیزمه که پیشرفت و صنعت و همه چی رو به وجود آورده. آقای ماکس وبر توجه نمی‌کنه قراردادها چه بر سر اسپانیا و پرتغال و غیره و غیره در جنوب عرصه‌ای که در جنوب اروپا به وجود آورده، به دلیل مذهب به اصطلاح چیزه. یکی از فرهنگراها همین آقای ماکس وبر بوده که الان بعضی از روشنفکرای ما هم تحت تأثیرشن. هر چود که خلقیات پروتستانیزم باعث پیشرفت هلند و انگلیس و امثال هم شده، نمیدونه که پروتستانیزم خودش نتیجه پیشرفت صنایع در این کشورها بوده. بگذاریم همه اینها، و بعدش همینطور که عرض کردم اگه بخوایم ما تاریخ کشورهای امریکای لاتین رو دنبال بکنیم، بعد برگردیم به این تاریخ و زجر و شکنجهی که این ملت‌ها کشیدند و چه بر سر بومیان این کشورها بردن. و الان در ونزوئلا همین مسئله بومیان و مسئله نژادی چطور داره عمل میکنه. اینهایی که سفارت امریکا پشتشونه، مثل لئوپولدو لوپز، خانم ماچادو، آقای انریک کاپریلس، عزیزان به چهره‌های اینا نگاه بکنن و اینا رو با بومیان امریکای لاتین مقایسه بکنن و ببینن به اصلا خود مسئله نژادی، حالا من بهش میرسم، چطور عمل میکنه. یه نفر مثل
عرض که ایو مورالس بیاد و رئیس جمهور بولیوی بشه، فاشیست های مال شرق بولیوی موقعی که صحبت از ایو مورالس میکنن به عنوان میمون ازش اسم میبرن. اینا چنین نجات پرست های ضد بشری هم. لئوپولدو لوپس که یکی از یک خانواده بسیار ثروتمند و سفید پوست اروپایی میاد، میتونه تحمل بکنه که عرض که ایوگو چاوز که خون بومی و خون افریقایی و در این حال خون اروپایی تو رگاشه، این بیاد رئیس جمهور بشه و یا مادورو که خون بومی تو رگشه بیاد رئیس جمهور ونزوئلا بشه؟ حالا اینا جنبه های نژادیشی که من نمیخوام واردش بشم، ولی منظورم اینه که مسئله نژادی هم عمل میکنه در اونجا. بنابراین از 1823 و با دکترین مونروه تمام به حساب کشورهای امریکای لاتین، چه امریکای جنوبی و چه مرکزی، عملا تبدیل به بنانا ریپابلیک یا به اصطلاح جمهوری های موز میشن، که در واقع امریکا همین طور به اصطلاح کودتا پشت کودتا اگه بخوان کمر راست بکنن اینا رو از کار میندازه. همین طور که من در همین برنامه صدای امریکا صحبت کردم، تا چند وقت پیش من فکر میکردم که اولین کودتایی که CIA کرده در ایران علیه دکتر مصدق بوده. این طور نیست، اولین کودتاشون در ونزوئلا بوده. درست یک سال بعد از تأسیس CIA که 1947 باشه، 1948 در ونزوئلا اولین کودتا رو میکنه. دومین کودتاشون در سوریه بوده 1949، که تازه سوریه از فرانسه استقلالش رو به دست آورده بعد از جنگ دوم جهانی. اونایی که اومدن سر کار نیروهای ملی بودن و امریکا نمیتونست تحمل بکنه، در نتیجه کودتا میکنه و حسنی زعیم رو که جز دست نشاندگان و نوکرا و حقوق بگیراش بوده اوورده سر کار. بنابراین دومین کودتا در سوریه بوده. سومینش در سال 1953 که سال 32 خودمون باشه در ایران علیه دکتر مصدق بوده، که یادآوری این دیگه خود من به قول معروف آدم سنی که ازش میگذره بخشی از تاریخ میشه. قشنگ یادمه که از سال 29 و 30 و 31 که من خودم در آبادان بودم در بهبوهه قضایا، و من میدونم که از ابتدا موقعی که مهندسین و تکنیسیان های انگلیسی رفتن بیرون و مهندسین و تکنیسیان های ایرانی اومدن سر کار، اینا چه خرابکاری هایی میکردن. همون راننده‌ای که ما رو از بریم تا دبیرستان رازی می برد چه خرابکاری در اتوبوس ها می کردن. اینا دیگه اون موقع من یادم، در همه چیز. و چه خرابکاری بعدن سال 32 خود من در تهران در موقعی که بسا این کودتا صورت گرفت، شاهد و ناظر این بودم که چه بر سر دکتر مصدق و دولتش بردند، چطور اطرافیانش رو خریدند، چطور اقتصاد رو زیر محاصره گرفتند و دولت رو و صندوق دولت رو میخواستن از پا در بیارن از نظر اقتصادی، چطور لات و پوت ها رو به جون مردم انداختن. و در اون زمان پلیس اصلا فوق العاده ضعیف شده بود و چطور ناآرامی، ناامنی و غیره و غیره به وجود آوردن. موقعی که من الان به اوضاع ونزوئلا نگاه میکنم، درست یاد آور سالهای 31 و 32 در ایرانه، به ویژه در آبادان که خودم بودم و در تهران که شاهد و ناظر این قضایا بودم. به همین دلیلی که برام فوق‌العاده دردناکی که الان به اوضاع ونزوئلا نگاه میکنم. ولی من میخوام وارد این بشم که در خود ونزوئلا واقعا چی گفت. عزیزان میدونن بعد از اینکه در کودتا کردن در ایران، دو نفر تئوریسین هاشون در درجه اول دونالد ویلبر، که این ضد بشر از اولین به اصطلاح جاسوس های CIA بوده که به ایران به عنوان عرض شود که چیز
اومده بوده، دیرین شناس و عرض شود که نمیدونم آثار باستان، باستان شناس، سالها تو ایران و همینجوری کار کرده بوده و تمام این روزنامه ها و افراد رو و غیره و غیره رو همینجوری خریده و امثال هم. حالا بگذاریم که بعدن چطور اولین جاسوس دیگر چیز دانالد ویلبر، عرض شود که جان والر، اولین مأمور CIA در ایران، چطور کیسه کیسه پول به همین آیت الله کاشانی میداده برای اینکه به لات و پوتای جنوب شهر بده و ناآرامی به وجود بیارن. چاقوکشا، عرض شود که کلام اخملیا، لات و پوتا. بگذاریم، عرض شود که همه اینا نقش داشتن. اینا مثل سینما همجوری از جلوی چشم من داره میگذره که به اصطلاح چه اتفاقاتی افتاد و چطور با سرنوشت کشور ما بازی کردن. ولی ایران اولینش نبوده. سال بعدش در گواتمالا همین دانالد ویلبر بعدش که موفق میشه در کودتای علیه دکتر مصدق جزوه میمیسه که بخش هایش رو نیویورک تایمز حتی پخش کرد در سال 2000، در آوریل، فکر میکنم مارس یا آوریل، مارس سال 2000 مقاله مفصلی نیویورک تایمز اونجا نوشت و برای اولین بار آشکار کرد که خبرنگار نیویورک تایمز در تهران، در ایران، مأمور CIA بوده و نقش داشته. و من یادآوری کردم در همین برنامه صدای امریکا که همین الانش دو نفر خبرنگارای نیویورک تایمز که همین امروز من داشتم مقاله آقای ویلیام نومن رو میخوندم و قبلش عرشبت که سایمون رومیرو، اینا دوتا خبرنگارایی که در ونزوئلا، سایمون رومیرو در کودتای سال 2002 علیه چاوز نقش اساسی داشت. اینا خبرنگاراشون یه همچین وضعیتی دارن. بگذاریم، من سریع باید از این بگذرم. بعد از اینکه در ایران، سال بعدش در گواتمالا آربنزو انداختن و بعد از اون 200,000 انسان قتل عام شدن در سالهای بعد در کشور کوچکی مثل گواتمالا. بعدش ما میدونیم در افریقا چطور لومانبا رو کشتن و دو آدمخوار مثل موسا چومبه و موبوتو سیسه‌تگو رو سر کار آوردن و چطور افریقا رو به خاک و خون کشیدن. ما میدونیم بعدش در شیلی چی کار کردن. بعدش در برزیل گولر رو انداختن و دولت نظامی به وجود آوردن، سر کار آوردن. و ما میدونیم در شیلی چی کار کردن علیه سالوادور آینده، این انسان بزرگ، و یه فاشیستی مثل پینوشه آوردن. همینطور در اندونزی با کشتن 1.5 میلیون انسان سوکارنو رو برداشتن و سوهارتو آوردن و همینجور در ده ها کشور دیگه. سال 76 در آرژانتین یه آدم جنایتکاری مثل ویدلا رو سر کار آوردن و غیره و غیره. نمیخوام وارد این، موقعی که من این تاریخ رو بررسی میکنم که خود من در 60 سال اخیر شاهد و ناظرش بودم، زیاب ما میگن امریکای ستیز، واقعا فکر میکنم که اینا شرافت انسانی دارن که این چیزها رو نمیبینن. واقعا هیچ گونه شرافت سیاسی، آدم باید یه مقدار انسانیت داشته باشه و این تاریخ رو ببینه، ببینه چه بر سر بشریت، این ملت امریکاست، این دولت امریکاست، این سرمایه‌داری جهانیه، این 1% بالای جامعه امریکاست و نه 90% پایین جامعه امریکا. تازه ملت امریکا دارن میفهمن. همین الانش برای عزیزان چند تا آمار برای این که ممکنه یادم بره. 62% از مردم امریکا الان مخالف همین سیاستی هن که امریکا در مورد اوکراین داره اجرا میکنه. محبوبیت اوباما در حال حاضر 38%، محبوبیت پوتین در روسیه 68%. من تا یادم نرفته میخوام، چون اینا الان در ذهنمه، اینا همش مال آمار پیو، مؤسسه پیو که یکی از معروفترین مؤسسات آمارگیریه. برمیگردم من به 25 سال پیش ونزوئلا، برای اینکه از اونجا باید آغاز کرد. موقعی کارلوس آندرس پرز میاد سر کار 1989، چرا کارلوس آندرس پرز رو میارن سر کار؟
برای اینکه احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی و تعدیل ساختاری رو پیاده بکنه. تعدیل ساختاری رو بلافاصله شروع کنه به پیاده کردن و قیمت اجناس در اون زمان سر به آسمان میکشه. پول آب، پول برق، پول ارتباط که بلیت به اصطلاح اتوبوس ها و امثال هم و امثال هم و مواد غذایی و مردم کاراکاس و شهرهای دیگه سر به شورش برمیدارن. اینو بهش میگن کاراکازو. کاراکازو معروفه در اون زمان شورش عظیم مردم و دولت کارلوس اندرس پرز تصمیم میگیره با پشتیبانی سفارت امریکا که سرکوب بکنه و به گلوله میبندن. اینا رو نیویورک تایمز میمیسه. در اون زمان بین 1,000 to 3,000 نفر کشتار میشن در خیابانهای کاراکاس. اینا که چیز نیستن. الان چند نفری که کشته شدن ببین چه یقی روزنامه نیویورک تایمز و آقای ویلیام نومن داره پاره میکنه. بنابراین سرکوب میکنن. مقدمات روی کار اومدن چاوز رو باید ببینیم چی بوده. بعد از این که سرکوب میشه این جنبش در اون زمان، حالا برمیگردم که چاوز اصلا از کجا پیدا شده، داستانش چی. از یه خانواده فقیر میاد و چون به اصطلاح خانواده نمیتونن به دانشگاه بفرستنش، میره توی ارتش و افسر ارتش میشه. از اون زمان متوجه میشه که به اصطلاح نیروهای خارجی چه نقشی دارن در ونزوئلا بازی میکنن و شروع میکنه به مطالعه. هم زمانی که در ارتشه و بعدش سال 1992، یعنی 3 سال بعد از روی اومدن چیز، با افسرانی که توی ارتش باشون کار کرده بوده میخوان دولت رو بندازن، که اینو اسمشو میذارن یه کودتا. در واقع نوعی کودتا بوده که میخواسته بندازه و شکست میخوره. شکست که میخوره میخوان بندازن توی زندان، دستگیر میشه. چاوز دستگیر میشه، ولی قبل از اینکه بره زندان پیغامی به مردم ونزوئلا میفرسته که ما برخواهیم گشت. و این برخواهیم گشت یا یه اصطلاح دیگه‌ای که به کار میره بعدش جزء فرهنگ مردم ونزوئلا میشه و به طور کلی چاوز از اونجا برای مردم ونزوئلا اصلا مطرح میشه. افسر به اصطلاح نسبتاً جزء اون زمان هم بوده، ولی همین کوششش برای انداختن دولت فوق العاده به اصطلاح محبوب مردمش میکنه و با این پیغامی که میده. در زندان دست به مطالعه وسیعی میزنه، ولی اتفاق دیگه‌ای که براش میفته عبارت از اینه که ایستوان مزاروش در سال 1993 موفق میشه با چاوز ملاقات داشته باشه. به قرار این زمانیه که چاوز هنوز توی زندانه. ایستوان مزاروش رو من راجبش صحبت کردم قبلا، فیلسوف بزرگ معاصر و مجارستانی الاصل، در واقع مجارستانی تباره، که من اگر شد شرح زندگی این انسان بزرگ رو خواهم گفت، برای عزیزان توضیح خواهم داد، ولی با چاوز ملاقات میکنه و با هم گفتگوهای مفصل دارن و این دوتا به هم جذب میشن. واقعا برای اینکه چاوز در مطالعاتی که میکنه تحت تأثیر ژان ژاک روسو قرار میگیره. و به عزیزان همینجا عرض بکنم که ژان ژاک روسو فرضاً با مونتسکیو کاملا فرق داشته. عزیزان اگه اعترافاتشو بخونن که این نسبت به اصحاب انسیکلوپدی یا دائره المعارف که ولتر و مونتسکیو و حتی هولباخ اختلاف نظر داشته، برای اینکه روسو کاملا رادیکالتر بوده، به این معنا که برخلاف مونتسکیو که عقیدش به سیستم دموکراسی نوع نمایندگی هستش، روسو میگه ما اگر به یه کسی رأی دادیم بسیارم خوب، ولی نباید بذاریم 4 سال یا 5 سال یا هر چند سالی بره و هر کاری دلش میخواد بکنه. حق بازخوانی باید داشته باشی. این مسئله برای چاوز بسیار مهمه و تحت تأثیر ژان ژاک روسو قرار میگیره. ولی بعدن که با چیز صحبت میکنه، با ایستوان مزاروش،
بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره. خود من زمانی اسم چاوز رو به گوش به چشمم خورد در واقع موقعی که کتاب فراسوی سرمایه ایسوان مزاراش رو 1996 برای اولین بار که در مانتلی ریویو چاپ شد و من شروع به مطالعش کردم اسم چاوز رو شنیدم و اینی که ایسوان مزاراش راجع به چاوز صحبت میکنه و مترقی بودنش و غیره. این دو سال قبل از اینه که اصلا کسی بشناسه که چاوز چی هست، برای اینکه 1998 تازه به اصطلاح مردم بهش رأی دادن و حدود 60%، 58.5% رأی آورد 1998. ولی به هر حال دو سال در زندان میمونه چاوز، بعدش که میاد بیرون و تحول بزرگی درش، توی زندان تحول بزرگی با ملاقاتی که در واقع مطالعاتی که خودش میکنه و ملاقاتی که با ایسوان مزاراش داره. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون 1994 با پای پیاده دوچرخ اتوبوس شروع میکنه رفتن در سراسر ونزوئلا رو گشتن و با مردم صحبت کردن و بسیج کردن مردم. این یکی از تفاوتاییه که در امریکای لاتین وجود داره، در کشوری مثل ایران امثالام اصلا وجود نداره. ما میتونستیم در زمان شاه، من به یه ده رفته بودم، ساواک اطلاع داشت که من رفته بودم پشکوه بختیاری. در امریکای لاتین حتی چه گوارا با موتورسیکلت، ما میدونیم که تمام بسا امریکای لاتین رو زیر پا گذاشت. چاوز هم میره و مبارزه انتخاباتی میکنه و 1998 که انتخابات میشه با همین طور که عرض کردم 58.5% از آرا انتخاب میشه رئیس جمهور. با این پیش زمینه های فکری طبیعتاً سفارت امریکا اطلاع داشته که این پیش زمینه های فکری چیا هستن، بنابراین از روز اول در صدد برانداختن و مخالفت. موقعی که سر کار اومد اولا خود من تعجب کرده بودم که چنین کسی، برای اینکه همینطور که عرض کردم من در کتاب فراسوی سرمایه خونده بودم که نظرات چاوز چی هستن، چطور این رئیس جمهور شده و حالا امریکا عکس العملش نسبت به این آدم چه خواهد بود. بعدن آشکار شد که چی هستش، برای اینکه از ابتدا طرف مردم رو گرفت. چاوز گناه بزرگش، گناه بزرگ اونهایی که توسط کودتاهای امریکایی و CIA میفتن، طرفداریشون از مردمه. اگر کسی بخواد از مردم طرفداری بکنه و یه ملتی بخواد کمر راست بکنه، انسان ها از در واقع از مادون انسان به انسان تبدیل بشن، برای اینها قابل قبول نیست، نمیتونن تحمل بکنن که ماها به عنوان انسان کمر راست بکنیم کشورهای ما. بنابراین از ابتدا شروع کردم خراب کنی. ولی همینجا من میخوام انتقاداتی رو که به چاوز وارد هست و بعد یه بحثی راجع به چپ به طور کلی میخوام باز بکنم. آیا به چاوز انتقاد وارد نیست؟ کاملا وارده. چاوز بعد از اینکه رئیس جمهور شد، فکر میکنم سال 2002 بود، سفری به عراق داشت و با ماشین سرباز با صدام حسین در خیابانهای بغداد و مردم چه استقبالی ازش کردن. اون زمان من گفتم که این یه کاری از نظر سیاسی برای اینکه بغض و کینه امریکا رو برمی‌انگیزه که تو بری با صدام حسین تو ماشین باز توی خیابان‌های چیز به اصطلاح چیز بکنی، چنین نمایشی، و مردم استقبال عظیمی ازش کردن در بغداد. این اولینش. دومینش که اومد بعدها و احمدی نژاد رو بغل کرد. در اون زمان لااقل خود من از طریق ایسوان مزاراش، برای اینکه ایسوان مزاراش معلم و دوست منم بوده و هست، بنابراین من غیر مستقیم از طریق اون پیغام دادم که این یک عمل فوق العاده بد و ضرر سیاسی بهت خواهد زد. و بسیاری دیگه از چپ‌ها و به ویژه ایرانی‌ها پیغام فرستادن.
ولی این خودش احتیاج به یه بحث داره که این اشتباهات و به طور کلی چپ‌ها به اصطلاح کلی اشتباه داشتن. ما کدوممون واقعا جایز الخطا نبودیم؟ هیچ کس معصوم نیست، هر کسی اشتباه میکنه. و حالا من صحبت خواهم کرد که به طور کلی علت اختلافاتی که در درون چپ هست هم همینه، برای اینکه چپ ها یه چیز مشترک با هم دیگه دارن، رسیدن به یک جامعه انسانی، جلوگیری از نابودی طبیعت و جلوگیری از رفتن جامعه به طرف یک به طرف بربریت که اینا دارن میبرنش. همه ما هدفمون چپ به طور کلی، چه مذهبیش باشه چه غیر مذهبیش باشه، چه سفیدش باشه چه سیاهش چه زردش چه قهوه‌ایش، همه در حقیقت اونهایی که همینطور که عرض میکنم چپ ممکنه مذهبی باشه. الان همین پاپ فرانسیس صحبتایی که اخیراً کرده کاملا صحبتایی که سوسیالیست‌ها ازش دفاع میکنه. الهیات نجات بخش و تمام کشیش‌های ترقی‌خواهی که در امریکای لاتین هستن اینا سوسیالیستن. بنابراین هیچ مغایرتی نداره که یه مذهبی بتونه سوسیالیست باشه. بنیانگذاران مجاهدین در ایران، محمد حنیف نژاد، بدیع زادگان و سعید محسن، اینا گرایشات قدرتمند سوسیالیستی داشتن. به همین دلیل هم بود که هم شاه دشمن خوننشون بود و هم خمینی، هر دوشون به خون اینا تشنه بودن به خاطر اینکه گرایشات سوسیالیستی داشتن. حالا به این تباهی و پستی رسیده واقعا مسعود و مریم رجوی به اینجا این سازمان ترقی خواه رو به اینجا رسونده، اون یه مسئله دیگه است. ولی بنیانگذاران اینها گرایشات کاملا سوسیال، بنابراین هیچ مغایرتی نداره. بنابراین ما حتی در بین به اصطلاح یهودیت ما چقدر به اصطلاح چیزهای سوسیالیستی داریم. بنابراین همه اینها همینطور که عرض کردم، چپ ها چه میخوان مذهبی باشن چه غیر مذهبی باشن، از هر قوم و نژادی باشن، هدفشون رسیدن به یک جامعه انسانیه، جامعه انسانی که در اون انسانها به جای اینکه جنگ همه علیه همه باشه، به عنوان یک جامعه همبسته با هم، کمک به هم و در واقع به قول معروف به طور همبسته با هم زندگی بکنن، نه اینکه استثمار انسان از انسان و جنگ همه علیه همه باشه و فقط انگیزه تولید سود و حد اکثر سود باشه. حالا اگر رسیدم که تئوریسین های بورژوایی چرا به اصلا انگیزه سود رو جز طبیعت بشر میدونن و به شدت خطاکارن در این زمینه، طبیعت بشر این نیست. به هر حال چپ ها و سوسیالیست ها بنابراین اهدافشون اهداف انسانی، انسانی ترین اهداف رو دارن، ولی برای رسیدن به این اهداف انسانی در بینشون اختلاف نیست، 100% اختلاف هست. و این از زمان خود مارکس، فرزن ما سوسیالیست‌های تخیلی داشتیم که خود مارکس احترام عمیقی براشون، چون رابرت اوئن، سن سیمون در سوئیس و فرانسه، عرصبت که شارل فوریه در وسایر سوسیالیست‌های تخیلی که، ولی آیا به اصطلاح درست فکر می‌کردن؟ خب مارکس اینا رو نقد هم می‌کنه در این حال که احترام عمیقی براشون قائل. ولی در زمان خود مارکس اختلاف در بین چپ ها نبوده عزیزان. تاریخ اختلاف بین مارکس از یک طرف و لاسال رو بخونم، اختلاف بین مارکس و انگلس از یک طرف و حزب سوسیال دموکرات آلمان در همون دهه 1860 رو عزیزان بخونن که بعدن عرض شد که چه نقدی به اصطلاح مارکس از حزب سوسیال دموکرات میکنه، که ما تا مدت ها
این نقدی رو که مارکس کرده بوده توسط حزب سوسیال دموکرات در واقع مخفی نگه داشته میشه. بعدن ما میدونیم فاوت و یا اختلاف بین منشویک ها و بولشویک ها، بعد اختلاف بین استالین و تروتسکی، همینطور بیا و بگیر اختلاف پشت اختلاف پشت اختلاف. و به همین دلیله که چپ ها از جمله چپ ایران این همه شق شقه شده، برای این سابقه تاریخی داره. ولی آیا این غیر عادیه؟ این تقصیر چپه؟ ابدا. هدف کاملا مشخصه و یکیه، ولی همیشه این اختلافات به وجود میاد، برای اینکه بورژوازی یک انگیزه داره و اونم عبارت از سود و پوله. بنابراین به همدیگه وصلشون میکنه، این مثلا با همدیگه متحد میشن، در حالی که کاری که به اصطلاح چپ میخواد بکنه یک کار سیاسیه و بر سر راه حلها اختلاف به وجود میاد که به اون هدفی که میخواییم برسیم چطور باید برسیم، اختلاف به وجود میاد و این کاملا طبیعیه. زمانی که جامعه میخواسته از فئودالیسم به سرمایه داری انتقال پیدا بکنه، در بین بورژواها اختلاف نبوده؟ من به عزیزان عرض کردم که چه اختلاف عمیقی بین روسو و مونتسکیو و ولتر وجود داشته، چه اختلاف عمیقی بین کانت از یه طرف و هگل وجود داشته، چه اختلاف عمیقی بین آدم اسمیت و تاماس مالتوس وجود داشته، که واقعا آدم اسمیت یه انسان انسانگرا بوده در حالی که مالتوس یه آدم ضد بشر واقعا بوده. بنابراین برای گذار از فئودالیسم به سرمایه داری هم در بین تئوریسین ها اختلاف وجود داشته، ولی هدفشون همه یک بوده، یکی بوده و اونم عبارت از رسیدن به جامعه بورژوایی بوده، به یه جامعه بهتر، ترقی خواهتر، بهتر. و همشون امید اینو داشتن که واقعا زندگی بشر شکوفا خواهد شد و غیره و غیره. برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم اینا دردهای زایمانیشه. اختلاف در بین چپ به هیچ وجه یه چیز غیر عادی و بد که آدم رو دوچار ناامیدی بکنه نباید باشه. بعضی از عزیزان که به بعضی از تئوری ها یا به بعضی مثلا به شوروی چسبیدن و نمیخوان ول بکنن، به نظر من اینا اشتباهه. باید قبول کرد که در بین چپ با اون اهداف انسانی که وجود داره برای راه رسیدن، یعنی وسائل رسیدن به اون و تئوری های پشت این قضیه، اختلاف وجود داره و باید ما این اختلافات رو بپذیریم، ولی هدف یک هدف معین و مشخصه. حالا همه این مقدمات رو راجع به چپ که صحبت کردم اینه که مسلمه که فرضاً چاوز آنچه که میخواست در ونزوئلا پیاده بکنه به کلی با شوروی سابق و اروپای شرقی به کلی فرق میکرده و بعدش هم نظرش این بوده، حالا به چه دلیل، که مثلا جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته، یا حالا مثلا چون ایران هم در اوپک هستش و این هم در اوپک هست باید با هم دیگه همکاری بکنن، هر دوشون دشمن واحدی دارن، که اینا اشتباهات وخیم توشه. یه کسی مثل یه آدم ضد انسان عقب افتادی قرون وسطایی مثل احمدی نژاد بغل بکنه به نظر من یه اشتباه وخیمه. و به هر حال، ولی من میخواستم این رو عرض بکنم که چون در بین چپ وسائل رسیدن به اون جامعه انسانی تفاوت میکنه، اختلاف در بین چپ وجود داره، این هم یکی از اختلافاتش که در واقع چاوز دچار این اشتباهات سیاسی شد. ولی ببینیم در برابر این اشتباهات چه دستاوردهایی داشته. من در این برنامه همین عرض شود که صدای امریکا یک سلسله آمار آوردم که حالا برای عزیزان باز هم اینا رو میخونم. یک دونه از اینا به نظر من اهمیتش از همه اینها بیمارستان هایی که ساخته شد، یه نفر رو آورده بودن اونجا که میگفت اصلا بیمارستانی در اونجا ساخته نشد،
یه کسی رو به عنوان چیز به اصطلاح فعال کال کارگری آورده بودشون. بعدش معلوم شد کارخونه کفسازی داشته، دشمن قسم خورده کارگرا، اینو به عنوان فعال کارگری آورده بود تو این برنامه که میگه نه مدرسه‌ای ساخته شده، نه دبیرستانی ساخته شده، نه دانشگاهی ساخته شده، هیچ. چاوز هیچ کاری نکرده. و بعد ونزوئلا بسیار جالب بوده و الان چاوز اومده با مادورو داغونش کردن. این رادیو صدای امریکاست، این نیویورک تایمزه، این واشنگتن پوسته و غیره و غیره، اینا دستگاه ارتباط جمعی اینا. ولی باید رفت و دو تا چیز رو فرزا جان من یادم رفت اون چیزا رو میخواستم دو تا سایت اینترنتی رو به عزیزان نشون بدم. فرزا جان اونجایی اگه اینا رو سایت های متعددی وجود داره. حالا این consortiumnews.com این برای یه مقاله از رابرت پری که عزیزان باید بخونن، واقعا این سایت جالبیه. ولی سایت دوم رو میخواستم به عزیزان نشون بدم اگر میخوان به اوضاع عرصبت که ونزوئلا یه مقدار اطلاعاتی، venezuelaanalysis.com venezuelaanalysis.com. مرسی فرزاد جان. به نظر من بزرگترین دستاوردی که چاوز میتونه به عنوان یک لگسی یا میراثی که ازش باقی مونده اینه که میلیون ها انسان رو از مادون انسان به سطح انسان آورده. هزاران مدرسه برای اینا ساخته در همون حلبی آبادهای اطراف کاراکاس، آب لوله کشی برای اینا کشیده، کلاس های موزیک، کلاس های باله برای اینها گذاشته. عزیزان به فیلم ها باید نگاه بکنن، بچه هایی که فرصت اینو نداشتن که به مدرسه راه پیدا بکنن، ویولون بزنن، باله برقصن، نمایش برپا بکنن، از سطح مادون انسان به انسان اینا رو میخواسته تبدیل بکنه. تا چه اندازه موفق بوده ما نمیدونیم. یعنی سوسیالیسم قرن 21 رو که میخواسته پیاده بکنه کاملا با سوسیالیسم قرن 20 شوروی متفاوت بوده، اینه که سرمایه دارا رو سر جاشون گذاشت. دستگاه های ارتباط جمعی 80% در دست خصوصی هستن و مخالفش که اینا چه نقشی واقعا در کودتای 2002 بازی کردن. عزیزان تا یادم نرفته همینطور که عرض کردم از ابتدا سفارت امریکا در صدد برانداختنش بود و در آوریل 2002 بالاخره کودتا کردن علیه چاوز و یه نفر به اسم کارمونا، یه آدم کثیف و واقعا به اصطلاح مورد نفرت مردم که حالا یه زندگی مجلل در امریکا داره، آقای کارمونا. تمام این کودتا چی هم میان امریکا، اینجا بهشتشونه، ولی موفق نشدن، برای اینکه بخشی از ارتش با چاوز باقی موند، موفق نشدن و مردم اومدن توی خیابونا و دوباره چاوز رو به قدرت آوردنش در کاخ ریاست جمهوری. ولی اینا دستبردار بودن به هیچ وجه. دوباره 2003 کارگرای شرکت نفت رو به اعتصاب کشوندن، میخواستن اقتصاد رو از پا در بیارن به طور کامل، برای اینکه شرکت نفت به اصطلاح اونجا طوریه که کارمنداش در حقیقت نوعی صاحب امتیازن و اینا رو در واقع دستگاه های جاسوسی تونستن و طبقات بالای به اصطلاح تونستن بسیجشون بکنن، ولی اونم موفق نشدن. ولی باز دست برداشتن به هیچ وجه. در سال 2004 خواستن از طریق رفراندوم چاوز رو پایین بکشن، برای اینکه در این فاصله قانون اساسی جمهوری عوض شد،
قانون اساسی ونزوئلا زیر نظر خود چاوز و دیدگاه روسو در قانون اساسی اوبرده شد، که برای اولین بار واقعا تنها کشوریه که رئیس جمهور موقعی که مردم بهش رأی دادن نمیتونه بره تو کاخ ریاست جمهوری هر کاری دلش خواست بکنه، مردم حق بازخوانیش رو دارن، و در نتیجه اپوزیسیون از این میخواست استفاده بکنه و در حدود 2 تا 3 میلیون امضا علیه چاوز جمع کردن، 2,400,000 تا احتیاج فکر میکنم داشتن جمع کردن، و چاوز گفت بسیارم عالی، رفراندوم کردن، 60% از مردم به چاوز رأی دادن، بنابراین اینو هم نتونستن. چاوز بنابراین تازه از سال 2005 آغاز به برنامه های به پیاده کردن برنامه هاش کرده، که ما اگه بخوایم ببینیم بین 2005 تا 2012 دستاورداش چی بوده، و من کوشش میکنم که فقط به اصطلاح حالا نکته دیگه ای رو به عزیزان عرض بکنم، که قبل از اینکه چاوز بیاد سر کار نرخ تورم در ونزوئلا 103% بوده، در دوره چاوز به طور متوسط 26% بوده و الان 50 تا 56% که وحشتناکه به نظر من. و حالا اگر برسم صحبت بکنم که مادورو باید کاری راجع به این قضیه بکنه، حالا فرصت بازم نیست، که اصلا مکانیزم تورم الان در کشورهای امریکای لاتین و یا در ایران اصلا مکانیزم تورم چیه، الان همین قضیه داره در آرژانتین، ما فکر میکنیم که اینا به ونزوئلا چیز، نفر بعدی اکوادور خواهد بود، نفر بعدی آرژانتین خواهد بود، اینا حالا قسمت دومه به اصطلاح صحبتم راجع به این بود که اصولا امریکا چه برنامه هایی داره در پشت اوکراین و عرض شود که امریکای لاتین و امثال هم. بنابراین فکر نکنیم که مسئله تورم فقط در زمان چاوز به وجود اومده، اتفاقا مسئله به اصطلاح تورم رو به شدت پایین آورد، همینطور که عرض کردم 103% بوده قبل از اینکه چاوز بیاد و رئیس جمهور بشه. ولی من یک بخش از دستاورداش رو برای عزیزان میخونم، که این در 7 سالی که قبل از، در واقع 2013 بگیم که قبل از مرگش، ولی واقعا از اون زمان اینا موقعی که سرطان گرفت اینا شروع کردن به جشن و پایکوبی، همینطور که موقعی که چگوارا رو کشتن در کنگره امریکا بطری های شامپاین باز کردن. اینجوریه، بین 1985 تا 1998 که قبل از روی کار اومدن چاوز باشه، به مدت 13 سال فقط 36% از پول نفت یعنی 78 میلیارد دلار صرف مسائل اجتماعی می شده. از سال 1998 تا 2012 در واقع می شود گفت 13 سال دیگه بعدیش، 62% از پول نفت یعنی 552 میلیارد دلار صرف امور اجتماعی می شه. تفاوت دو تا چیز اینه، دو تا دولت. نرخ رشد اقتصادی در سال 2012 56 دهم درصد بوده، رشد اقتصادی بسیار بالایی در سالهای چاوز بوده، با نهایت تأسف از زمانی که مادورو اومده در سال 2013 فقط 1.6% بوده. میانگین فقر در سال 1998 قبل از اینکه چاوز بیاد 50% از مردم ونزوئلا زیر خط فقر بودن، الان در سال 2012 50% پایین اومده، یعنی به 25% رسیده، که این یه دستاورد عظیم واقعا که میزان فقر چقدر تقلیل پیدا کرده، و در بین اونهایی که فقر مطلق بودند یعنی به اصطلاح
abject poverty بودن 70% پایین اومده. ضریب جنی که نابرابری رو میرسونه به نصف تقلیل پیدا کرده. تا سال 2012 و یا فقط در سال 2012 اینو به دقت 200,000 واحد مسکونی ساخته شده. این یارو رو که آورده بود صدای امریکا میگفت اصلا چیزی ساخته نشده، نه بیمارستان یه چیزی. صدها هزار دکتر کوبایی اومدن اونجا و برای معالجه مردم و صد هزاران کلینیک ساخته شده برای مردم فقیر، برای که دسترسی به پزشک داشته باشن، که قبلا اصلا اینا دسترسی به پزشک و یا کلینیک داشتن. در 1998 فقط 387,000 خانوار حقوق بازنشستگی دریافت میکردن. در سال 2012 2.5 میلیون نفر حقوق بازنشستگی دریافت کردن. عزیزان دقت بکنن که برای اولین بار 96.4% از خانوارهای ونزوئلایی تازه در روز سه وعده غذا میتونستن بخورن، که این قابل تصور قبلش نبوده و طبق محاسبه سازمانهای جهانی بیش از هر کشوری برای رفع گرسنگی کوشش شده است. اینا رو شما در نیویورک تایمز نمیتونید ببینید، باید رفت و اینها رو در حالا ونزوئلا انالیسیس که به عزیزان معرفی کردم توسط دولت ونزوئلا اداره نمیشه، توسط امریکاییایی که رفتن اونجا و اونجا زندگی میکنن، انسانهای ترقی خواه البته، اونا اداره میکنن. قبل از چاوز 21% از مردم ونزوئلا دچار سوء تغذیه بودن و الان به 5% رسیده از 21%. سوء تغذیه یعنی مال نیوتریشن، یعنی در حقیقت سبزیجات، میوه‌جات، ویتامین ها و پروتئین به اندازه کافی موقعی که نرسه، قدا کوتاه‌تر، پوست تیره‌تر، مغز کمتر رشد میکنه، عقب مانده میشه. موقعی که آدم ویتامین های از زمانی که مادر در رحم مادره طفل، میلیون ها انسان ناقص به دنیا میان، برای اینکه ویتامین و مینرال ها یعنی مواد معدنی لازم که در سطح میکروگرم باید برسه برای رشد مغز، برای رشد. به چه دلیل؟ مردم عراق نسل آیندهشون لااقل قدشون 10 سانتی متر کوتاه‌تر خواهد بود، پوستشون تیره‌تر خواهد بود، هیکلشون مچاله‌تر خواهد بود. اینا میدونن چه کار میکنن، نسل رو از بین میبرن، نابود میکنن، برای که مردم دچار سوء تغذیه میشن. مردم ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی 10 سانتی به قدشون اضافه شده، پوستشون رو نگاه بکنید شفاف شده. به همین ترتیب مردم چین، اینا میتونن تحمل کنن که مردم کشورهای جهان سوم هم اینجوری باشن؟ عزیزان به دخترای شمال شهر تهران نگاه کنن، با دخترای جنوب شهر تهران مقایسه بکنن، قدشون رو، زیباییشون رو. به چه دلیله که جنوب میخوان چادر بزنن، شمالی ها به هیچ وجه زیر بار نمیرن؟ موقعی که کسی هیکلش زیبا باشه نمیخواد که چادر بزنه، ولی موقعی که کسی هیکلش مچاله باشه، لباس پارپوره باشه، یه دونه چادر میزنه میره خرید. عزیزان چیزای اینجوری خیلی ساده. به چه دلیل اینا از چاوز نفرت دارن؟ به چه دلیل از دکتر مصدق اینا نفرت داشتن؟ به چه دلیل از سوکارنو بعدشون میومد، از جمال عبدالناصر بعدشون میومد، از سالوادور آینده بعدشون میومد؟ نمیخوان بشریت مثل خودشون قد بلند بشه، زیبا بشه، از طبیعت لذت ببره، موزیک گوش بکنه، بره کنار دریا، خودشون فقط. در 1980 90% از مواد غذایی وارد می شده، امروز 30% وارد می شه. ولی چرا کم بود هست؟ دلیلش خیلی آشکاره، احتکار می کنن
تولید غذا 80% از زمین ها هنوز دست سرمایه داراست. بنابراین چیزی که تولید میکنن میبرن به کولومبیا میفروشن، به برزیل میفروشن، برای اینکه کمبود ایجاد بکنن، و اینا دقیق حساب شده است و یا احتکار میکنن. و بعدش امریکا میره زیر به اصطلاح پول به اصطلاح بولیوار رو که پول به اصطلاح چیز ونزوئلا هست زیرش خالی میکنه. اینا میتونن این کارو بکنن. شما ببینید چه بر سر تومان ایران و ریال ایران بردن. سوء تغذیه اکنون فقط 5%. هزاران مدرسه جدید ساخته شده، 10 تا دانشگاه جدید ساخته شده، تعداد دانشجو دومین کشور امریکای لاتین شده و پنجمین کشور جهان شده. حالا دانشگاهایی که بوده، همینایی که اومدن توی خیابون، عزیزان باید چهره هاشون رو ببینن، تمام ماسک زدن و به شکل خشونت‌آمیز، معلوم نیست اینا کیان، ولی به هر حال دانشجوهایی که اونجا هستن این دانشجوهایی نیستن که به حساب بعدن توسط چاوز چیز شده. دانشجوها به طور کلی به دانشگاه های ونزوئلا به طور سنتی به قول معروف مال طبقات بالا و متوسط بوده و هست. فارغ التحصیلان کالج از 600 هزار به 2,300,000 نفر رسیده. تعداد شاگردان دبیرستان 42% افزایش پیدا کرده. حالا ببینیم در اونجا سانسور وجود داره؟ به عزیزان عرض کردم که در ونزوئلا از 1998 تا کنون 4 رفراندوم، 4 انتخابات ریاست جمهوری و 11 انتخابات مجلس، چه استانی و چه منطقه‌ای. همه فکر میکنن که حکومت فقط دست مادوروه، در حالی که بخش های مثلا همین آقای انریک کاپریلس، این فرماندار یه بخش نزدیک خود چیزه، نزدیک کاراکاسه. 12-13 یا بیشتر از مناطق دست اپوزیسیونه که اونا فرماندارا و استاندارای اونجا، همش دست مادورو نیست. حالا در تمام این انتخابات هایی که شده و انتخابات های ونزوئلا توسط کارتر و سایر مجامع بین المللی به عنوان درست ترین و دقیق ترین. چرا؟ چون تمامش الکترونیکیه، ولی الکترونیکی مثل امریکا نیست. در امریکا هنوز حاضر نشدن پیپر تریل، یعنی شما موقعی که عزیزان میرن از این ماشینا پول میگیرن یه رسید به شما میدن، اینو بهش میگن پیپر تریل، که شما میدونید که رسید باید بگیری که چقدر پول داری توی بانک هنوز و چقدر بد دادن و تو یا چقدر پول گذاشتی. پیپر تریل باید به تو رسید بدن. در امریکا هنوز اینو قبول نکردن، در ونزوئلا بهش تو رسید میدن که رأی تو کجا رفته. در انتخابات محلی دسامبر، اینا موقعی که آوریل 2013 انتخابات شد، همین انریکه کاپریلس در برابر مادورو بود، باخت ولی قبول نکرد، دولت نکرد. همین آقای جان کری بعدن زیر فشار کشورهای امریکای لاتین مجبور شدن قبول بکنن و نوکرشون یعنی انریکه کاپریلس هم قبول کرد بالاخره. ولی حالا ببینیم در اونجا مادورو رأی زیادی نیاورد، 50 و خورده‌ای آورده بود، ولی در انتخابات محلی دسامبر، اون آوریل بود، این دسامبر 2013، مادورو حتی از انتخابات ریاست جمهوری محبوبیت بیشتری نشان داد، یعنی در حدود 58.5% رأی آورد. بنابراین اینا موقعی که در انتخابات ها پیروز نمیشند از طریق دیگه ای وارد میشن، همینطور که در اوکراین همین کارو کردن و دارن میکنن. من فرصت بیشتر ندارم، عرض شود که در بروکینگ اینستیتوت، عرض شود که در 23 ژانویه 2014 گفته میشه که
برانگیختن شورش خشونتبار میتواند رادیکال ها و رئیس جمهور را براندازد. بروکینگ اینستیتوت. من تا اینجا در این حد میتونم فقط یه چیز رو به عزیزان بگم. حتی اینا اگه بندازن، شما ببینید که در السالوادور سانچه سرن رهبر سابق چریک های FMLN پیروز انتخابات ریاست جمهوری در السالوادور شد. امریکا نمیخواد قبول بکنه، دوباره میخواد اینو زیر سوال ببره. در واقع دیوان عالی انتخابات پذیرفته، ولی امروز صبح که تو نیویورک تایمز میخوندم میگه نخیر، زیر سواله. در حالی که السالوادور سانچه سرن 10% از اون آدم فاشیستی که در برابرش ایستاده، که نورمن کوبیخانو، 10% جلو بوده. معلوم نبود چی کار کردن، الان فقط 1% جلوه، ولی نمیخوان بپذیرن. مردم بر فرض اگه الان مادورو رو بندازن، که فرضاً در همین برنامه صدای امریکا گفتن خب راه حل تو چیه؟ گفتن راه حل خیلی آشکاره. در بین اپوزیسیون، یعنی از یک طرف بین انریک کاپریلس و اون دو نفر آدمای دستراسی افرادی، یعنی خانم ماچادو و آقای لئوپولدو لوپس، اختلاف وجود داره. انریک کاپریلس میگه که دست به کارهای خشونتبار نباید بزنیم، باید منتظر بمونیم تا وقتش برسه از طریق رفراندوم، برای اینکه تو قانون اساسی هست ما میتونیم رئیس جمهور رو پایین بکشیم از طریق قانونی. میگه باید انقدر علیهش به اصطلاح چیز بکنیم، تبلیغ بکنیم، که از طریق رفراندوم پایین بکشیمش. برای من این راه حل اینه، منتها باید 2016 صبر بکنه. ولی آقایان و سفارت امریکا که نمیتونه تحمل بکنه، سریعا باید دولت هایی مثل عرصبت که ونزوئلا رو و بعدش اکوادور رو و غیره و غیره رو به اینا برنامه های مفصلیه که من باز فرصت نمی کنم برای عزیزان اینا رو توضیح بدم که. ولی به هر حال اگر حتی بندازنش، اوضاع جهان تغییر کرده، دوباره ممکنه ونزوئلا رو به خاک و خون بکشن، برای اینکه اگه این ادامه پیدا بکنه و احیانا مادورو رو بندازن، جنگ داخلی آغاز خواهد شد. طرفداران مادورو و طرفداران شاوز و به اصطلاح این انقلاب بولیواری اکثریت قابل توجه مردم هست. درسته که طبقات بالا و بخشی از متوسط سفارت امریکا و دولت امریکا پشتشونه و تا الان ده ها میلیون دلار از طریق National Endowment for Democracy، Freedom House، Aid، NGO ها همینطور به اینا کمک شده، ولی اکثریت مردم ونزوئلا حکومت اینها رو دوباره نمیخوان، نمیخوان دوباره تبدیل به برده بشن. در نتیجه نگاه میکنیم با اینکه همین آقای به اصطلاح نورمن کوبیخانو اینقدر تبلیغ کرد که کشور ما هم مثل ونزوئلا خواهد شد، یه آدم خطرناکی مثل چاوز سر کار خواهد اومد. مردم به سانچز سر هر سبت که سال و دور سر رای دادن، افکار عمومی مردم. و بعد نظر من اینه که امریکا یه زمانی موقعی که کودتا میکرد توان اینو داشت که تنعم به وجود بیاره. بعد از اینکه امریکا در ایران کودتا کرد و دکتر مصدق را انداخت، بلافاصله 54 میلیون دلار به دولت شاه کمک کرد، زیر بال و پرش رو گرفت، انواع و اقسام کمک ها رو بهش کرد و در اون زمان توانش رو داشت که شاه در سالهای بعد تونست یه طبقه متوسط درست بکنه، کلی آباد بکنه، که هنوز سلطنت طلبا تو همون دوره رؤیاهاشون در همون دورانه. اینا نمیدونن، به بخشی از مردم ایران
هنوز رویای زمان شاه رو به اصطلاح چیز میکنن که 1,000,000 نفر سوار پیکاناشون میشدن میرفتن کنار دریا، رویای بسیار زیبا. متوجه نیستن که در اون زمان که در ایران یه طبقه متوسط شاه درست کرده بود، اون زمان من امریکا بودم، در امریکا هم طبقه متوسطی وجود داشت، در افریقا هم طبقه متوسطی به وجود اومده بود، دوران تنعم سرمایه‌داری بود. خیال میکنن میتونن به زمان شاه برگردن. در امریکا یعنی کشور ارباب طبقه متوسط درب و داغون شده. در افریقا ببینید چه بر سرش رفته. اروپا رو نگاه کنید، دهه 1968 عزیزان میبایست در اروپا باشن که ببینن تنعم یعنی چه، رفاه یعنی چه، دموکراسی یعنی چه، آزادی یعنی چه. الان به کشورهای جنوب اروپا نگاه بکن. نظام سرمایه‌داری در حال یک بحران عمیقه، نمیتونه دیگه. فرضاً اگر مادورو رو بندازه و این فاشیست ها بیان سر کار، مردم ونزوئلا وضعیتشون بهتر میشه؟ ابدا. دوباره مردم قیام میکنن، دوباره مردم انقلاب میکنن. حالا من باز به این عزیز من قول داده بودم که صحبت بکنم که چرا خوندن آثار مارکس هر شود که ارزش دارد. من یه اشاره ای کردم، نمیرسم این هفته هم نمیرسم، برای اینکه من به اوضاع اوکراین همش 20 دقیقه وقت مونده و به اوضاع اوکراین باید رسید. به عزیزان عرض بکنم که چند وقت پیش، چند هفته پیش، مقاله‌ای در گاردین اومد به قلم سویماس میلنه، نمیدونم چه نوع اسمیه، ولی یکی از نویسندگان برجسته روزنامه گاردین، زیر عنوان پایان نظم نوین جهانی. البته چیز اصلیش بود در ریونج آف هیستری یا انتقام تاریخ. توضیح میداد که چرا نظم نوین جهانی که بعد از فروپاشی شوروی به وجود اومده چرا پایان پیدا کرده. سه تا مثال تاریخی زده بود. یک، 2008 موقعی که گرجستان به اوستیای جنوبی حمله کرد و شوروی در برابرش مقاومت نشون داد و اینا رو شکست داد و عقب نشینی کرد، آقای ساکاشویلی، این آدم ژیگولوی فاشیست. این یک اتفاق. دوم عبارت از این بود که در دهه اول قرن بیستم، 21 که امریکا درگیر جنگ افغانستان و عراق شد، چین تونست خودش رو بالا بکشه و از اقتصاد پنجم یا هفتم به اقتصاد دوم جهان تبدیل شد. این دو. سه، مردم امریکای لاتین هم در این فاصله فرصت پیدا کردن تا خودشون رو از چنبره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سیطره امپریالیزم جهانی تا حد زیادی نجات بدن. و در واقع از سال 1998 که در ونزوئلا چاوز سر کار اومد، به دنبالش ما میدونیم در برزیل لولا دا سیلوا، بعدش عرض شود که در آرژانتین کیچنر، و بعدش عرض شود که در بولیوی 2005 ما میدونیم که ایو مورالس سر کار اومد، و همینطور در اوروگوئه، در پاراگوئه که بعدش در پاراگوئه انداختن فرناندو لوگو رو. و خلاصه بجز دو کشور، یکی کولومبیا که هنوز فاشیست ها در اونجا حاکمن، و آقای اوریبه که در جریان همین قضیه چه نقشی داشته در ونزوئلا، همین الوارو اوریبه که رئیس جمهور سابق کولومبیاست چه نقشی داره. من فقط برای انیزا ایوا گولینگر اسنادی بیرون داده که اینا نقشه‌ای دارن زیر عنوان نقشه استراتژیک برای ونزوئلا.
که زیر نظر رئیس جمهور سابق کولومبیا الوارو اوریبه. به یاد بیارن عزیزان موقعی که رئیس جمهور شد ده ها هزار نفر انسان رو کشت و هزاران نفر از رهبران سندیکایی و دانشجویی رو قتل عام کرده. رئیس سازمانی به نام نهاد دموکراتیک جهانی سازی اداره میشه. این برنامه در نشست مشترک نمایندگان First Columbia Think Tank و مؤسسه مشاورین FTI با همکاری نمایندگانی از اپوزیسیون، ببینیم اینا کیان، یکی خانم ماچادو، ماریا کورینا ماچادو و یکی جولیو بورگس و یکی عرصبت که رامون گیلرمو ابلادو، اینا نقشه ای دارن برای برانداختن دولت ونزوئلا. ولی به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم که کشورهای امریکای لاتین تونستن در همین فاصله، یعنی در دهه اول قرن 21، از این چنبره خودشون رو رها بکنن. این هم عامل سوم بود. و ما میدونیم که هم کنفرانس شانگهای درست شد از چین و روسیه و هند بهش پیوست و حتی ایران و افغانستان به عنوان ناظر، و بعد ما میدونیم به اتفاق برزیل به حساب چیز بریکس یا بریک رو به وجود آوردن که اینا در واقع با همدیگه همکاری بکنن. همه اینا در واقع یک اعلام خطری بود برای نئو کنسرواتیو ها، و به ویژه این که بعد از این که اوباما بر سر کار اومد، یک بخش از هیئت حاکمه امریکا متوجه شد که این ادامه جنگ افغانستان و عراق و اگر بخواد به سوریه هم حمله بشه، این باز هم فرصت به کشورهای دیگه خواهد داد که خودشون رو آزاد بکنن. و این زمانی بود که یک تغییر جهت در سیاست امریکا آغاز شد که اینجا من ازش به عنوان کشتیبان را سیاستی دگرآمد اسم بردم، به این معنا که از حمله نظامی و پیاده کردن سرباز به شکلی که در افغانستان و عراق بوده نمیتونن دیگه، و این امریکا رو زمینگیر میکنه تو این کشورها و حتی در لیبی که نتایج شما دیدیم. بنابراین باید متوسل به چیزهای دیگه ای بشن، و این تغییر سیاست بوده که در واقع حالا میخوان تمام این اتفاقاتی که افتاده، پیشرفتایی که در چین شده، پیشرفتایی که در روسیه بعد از سال 1992 که پوتین اومده، پیشرفتایی که در امریکای لاتین شده و اینا از دست امریکا در رفته در دهه 2000، اینا رو بعد از بین ببرن. بنابراین سیاست دیگه‌ای که در واقع سیاست بریژینسکی باشه مطرح شده در حال حاضر. نتیجه آن که اینا یک تهاجم جدید، عزیزان، این یک تهاجم جدید و بسیار خطرناکتر از تهاجم‌های سال 2001 و جورج دبلیو بوشه، برای اینکه این یکی در واقع دو تا نیروی اتمی رو داره امریکا به چالش میگیره. مختصری من صحبت بکنم که بعد از فروپاشی شوروی برنامه اینا چی بوده و الان به کجا رسیدیم. من باید اینا رو بیان بکنم. موقعی که شوروی عربی از هم فرو پاشید، ما میدونیم که گورباچف با ریگان یک سلسله معاهده بسته بود که قبول کرد، هم کامکان که قرارداد اقتصادی با کشورهای اروپای شرقی باشه از بین بره،
اروپای آلمان شرقی با آلمان غربی یکی بشن که ما میدونیم بلعیدنش، و پیمان نظامی ورشو از بین بره، ولی در عوض پیمان ناتو که مال اتلانتیک شمالی باشه، حالا که دیگه شوروی نیست و این خطر برقرار شده، برطرف شده، ناتو هم منحل بشه. تمام اینها چیزایی بوده که ریگان و گورباچف قرارداد بستن، معاهده بستن. چیکار کردن اینا؟ به یکی از این تعهدات عمل کردن؟ ابدا. کامکان از بین رفت، پیمان ورشو از بین رفت، نه تنها ناتو را از بین نبردند، بلکه به کلی تغییر ماهیتش دادن و تبدیل به یک اهرم نظامی امریکا برای سراسر جهان، نه اتلانتیک شمالی، سراسر جهانش کرد. تمام کشورهای اروپای شرقی رو اومدن تسخیر کردن، از لهستان گرفته مجارستان، رومانی، کشورهای بالتیک، لتونی و لیتوانی و استونی رو عرشبت که، و ما میدونیم بعدش 1999 اومدن و یوگسلاوی رو بهش حمله کردن و چطور بهش شش تکش کردن و کاسوو رو چطور از سربستان جدا کردن. در اون زمان حق تعیین سرنوشت ابدا، عرض که عذر میخوام، تمامیت ارضی ابدا، مردم کاسوو حق تعیین سرنوشت. چکسلواکی رو دو تیکه کردن، تمامیت ارضی برای چکسلواکی ابدا، حق تعیین سرنوشت مهمه. سودان جنوبی و تمامیت ارضی سودان ابدا، باید سودان دو تیکه بشه. عراق تمامیت ارضی ابدا، افغانستان تمامیت ارضی، ولی حالا بر سر مسئله کریمه تمامیت ارضی اوکراین، بسیار بسیار پر اهمیته. یه دفعه من پریدم که اینا، عزیزان دقت بکنن که از نظر تاریخی و قوانین بین المللی چطور اینها در واقع ضد تاریخی دارن عمل میکنن و جهان رو دارن به چه سویی دارن میبرن. یعنی در واقع روسیه رو به جایی کشیدن که پشت روسیه به دیواره، هیچ چاره ای نداره جز عکس العمل، برای اینکه میخوان روسیه رو نابودش بکنن. بنابراین اومدن و اروپای شرقی رو گرفتن، آلمان شرقی بلعیده شد توسط همین خانم مرکل و دوستان که قبلا جز بسیار نازی ها بودن و غیره و غیره، و بعدش به اون قانع نشدن. از ابتدا میخواستن هم گرجستان رو هم اوکراین رو بیارنش تو ناتو. گرجستان رو ما دیدیم که چی شد و روسیه عکس العمل نشون داد و الان اومدن و در اوکراین میخوان همین کار رو بکنن. من تاریخ این داستان رو قبلا برای عزیزان گفتم که در ابتدا بین برنامه های خانم عرشبت که ویکتوریا نولند و اروپایی ها اختلاف وجود داشت و همین دلیل هم خانم ویکتوریا نولند در اون مکالمه تلفنی معروف که با آقای جفری پیات که در حقیقت سفیر امریکا در چیزه بهش میگه که اون کلمه رکیک رو علیه اروپایی ها به کار میبره، F word به کار میبره، یعنی برنامه ما چیز دیگه ایه، برای اینکه اونا میخواستن کلیچکو توی حکومت باشه، میگه نه، یاتسنیوک باید بیاد و این همه کار فعلا بشه. ولی به هر حال برنامه امریکا ما میدونیم پیاده شد و از چه طریقی پیاده شد الان تمام مدارکش بیرون اومده که اونهایی که مردمی رو که تظاهر کننده بودن در میدان در کیف، چه کسانی؟
تکتیر اندازه از کجا اومده بودن و کیا بودن که چطور در لتونی و در لهستان در پایگاه های نظامی تربیت شده بودن که بیان اونجا هم پلیس رو بکشن، هم چیز رو، هم تظاهر کنندگان رو، برای اینکه به حساب چیز به وجود بیارن. و نیویورک تایمز میشه که آره یانوکوویچ قتل عام کرد مردم رو. همین کار رو الان در کاراکاس دارن میکنن. تکتیر اندازه‌ای که میان آدم‌ها رو میکشن و یا سیم‌های بسیار خطرناکی به حساب چیز میکنن برای اینکه سر مردم رو اینایی که موتورسیکلت سوارن قطع بکنه. در کاراکاس هم دارن همین کار رو میکنن. و ما میدونیم که اروپایی‌ها اومدن قرارداد امضا کردن و گفتن که یانوکوویچ فعلا بمونه تا در ماه دسامبر که انتخابات بشه و الان همین و امریکایی‌ها قبول نکردن و از طریق نئو فاشیست‌ها و نئو نازی‌ها، یعنی افراد سوبودا و جناح راست که همین آقای دمیتری یاروش که یه فاشیست به تمام معناست، اینا قبول نکردن اون چیز رو، اومدن به کاخ ریاست جمهوری حمله کردن و از ترس جونش یانوکوویچ فرار کرد و اینا دولتی تشکیل دادن که کاملا غیر قانونیه و دولت روسیه الان نمیپذیره. آقای جان کری و تمام اروپایی‌ها اینو پذیرفتنش و این اختلاف بر سر اینه. تاریخ تمام این چیزها رو روشن خواهد کرد که حق به دست کیه. ولی به هر حال الان در این وضعیت هستیم که اروپایی‌ها که اختلاف قبلا با امریکا داشتن کاملا الان تسلیم شدن و سخنرانی که آقای خانم مرکل کرد کاملا به طور کامل به اصلاح چیز شده که ما میدونیم حزب اپوزیسیون در آلمان یعنی حزب چپ دی لینک کاملا در برابر به اصلاح مرکل ایستاده، این که اینطور تسلیم شده و این به طرف یک بحران عظیم واقعا جامعه بشری رو داره میبره. در نتیجه باید ببینیم که چه خواهد شد. فردا در کریمه رفراندوم خواهد بود برای اینکه به اصطلاح جدا بشه از اوکراین و یا حتی به روسیه بپیونده. به عزیزان فقط این رو یادآوری بکنم که آدم گاهی قاد موقعی که اینا رو میبینه و حرفاشون رو مثل جان کری و آقای عرصبت که اوباما که خودش رو حقوقدان میدونه تو دانشگاه هاروارد درس میداده، آدم حالا میفهمه که در دانشگاه هاروارد کیا درس میدن، کیا معلمان و کیا شاگردای اونجا. کریمه از قرن 18 بخشی از روسیه بوده. تازه آقای خروشف که خودش اوکراینی بوده و یا به خاطر هدیه به زن اوکراینیش کریمه رو به عرصبتی به اوکراین پیوند داده و در اون زمان اوکراین یکی از جمهوری‌های مال شوروی سابق بوده. اون که فکر نمی‌کرد که همچین روزی به وجود بیاد، شوروی از هم بپاشه اینجوری. در واقع کریمه 100 سال قبل از اون که امریکا کالیفرنیا رو بگیره بخشی از روسیه بوده. مثل اینه که الان ما بگیم که ساندیوگو رو که پایگاه نظامی امریکاست مکزیکی که باید بیاد بگیرتش فرضاً. کسی اصلا صحبت اینو میکنه که کالیفرنیا بخشی از امریکا نبوده تا اواسط قرن 19؟ کریمه 100 سال قبلش بخشی از روسیه بود. بیش از 60% از مردمش روسیان اصولن و روسی زبانن و این فاشیستایی که در کیف به قدرت رسیدن میذارن اونا رو زبان روسی صحبت بکنن یا اصلا روسا رو امان بهشون میدن. و الان خطر بزرگتر در شرق اوکراین که باز اکثریت مردمش روس زبانن و روسی تبارن و این نئو فاشیست ها و نئو نازی هایی که در کیف به قدرت رسیدن اینا یک مش آدم جانی هن. و ممکنه واقعا اینا مجبور بکنن روسیه رو که به طور نظامی حتی در شرق اوکراین وارد بشه و امریکا و اروپا پشت این نئو نازی ها و نئو فاشیست ها. آدم گاهی قد حیرت میکنه که اینا دنیا رو به چه سویی دارن میبرن.
اوضاعی که ما داریم در حال حاضر این هست. ولی حالا علی رغم تمام این صحبت‌های فوق‌العاده خطرناک، اینا اگه بخوان روسیه رو تحریم بکنن، روسیه و چین احرام‌هایی دارن که به نظر من نه تنها میتونن به کار ببرن، به کار خواهند برد. اقتصاد غرب و اقتصاد امریکا نقاط ضعف عظیمی داره که باید ما به اصطلاح چیز باشیم که اینا آیا موفق میشن یا نمیشن، و به نظر من حدس من اینه که موفق نشن. من عرض شد که میخواستم فرزاد جان، من فقط یه دقیقه راجع به خود برنامه میخوام صحبت بکنم. عرض شد این بحث را ادامه میدیم و بحث که من به این عزیز قول دادم ادامه میدیم، ولی این هفته ما فقط 110 دلار به اصطلاح درآمد برنامه بوده، یعنی 500 دلار فقط این هفته کسری موازنه. برنامه مال عزیزانه. موقعی که میگم مال عزیزانه، برای اینکه من در هفته لااقل 200 یا 300 تا مطلب برام میفرستن، خود منم حدود 200 یا 300 تا مطلب دیگر رو میخونم و مطالعه میکنم و این برنامه نتیجه و محصول اینه. پس یک، من از بینندگان تغذیه میشم، نه تنها از نظر مالی این برنامه رو میگردونم، بلکه از نظر معنوی مال عزیزانه. بنابراین میخواستم عرض بکنم که دائم ما در نظر مالی، و خب ما هم که پول عرض شد که 80 میلیارد که بودجه CIS نداریم، که صدای امریکا و امثال هم، چون صدای امریکا هم میدونیم شعبه از CIS، به همین دلیل برنامه های به این عظمت دارن، روز و شب و انواع مهمان ها و غیره و غیره. بنابراین عزیزان امیدوارم که کمک های مالیشون برسه. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبه که عزیزان میدونن که شب ساعت 9 این چیز میشه، تکرار میشه، و بعدش هم فعلا به موی میره و بعدش دانشجو تیوی و به سایت خودم هر شبه که mohit.gulshan.com و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.